بسم الله الرحمن الرحيم دعوي نماز استخارة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. وما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين المؤمنين وتثبت في أمره، فقد قال سبحانه: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. جابر بن عبد الله میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم استخاره را در هر کار مانند سوره های از قرآن به ما می آموختند و می فرمودند: هرگاه که از شما خواست کار انجام دهد غیر از نماز فرضی، دو رکعت نماز بخواند، سپس بگوید: بار الها، به وسیله علمت از تو طلب خیر میکنم و به وسیله قدرتت از تو توانایی میخواهم، از تو فضل بسیارت را مسئلت می نمایم، زیرا تو توانایی و من ناتوان، و تو می دانی و من نمی دانم، و تو داننده امور پنهان هستی. بار الها، اگر در علم تو این کار یعنی حاجت خود را نام می برد سبب خیر در دین و آخرت است، یا می گوید در حال حاضر و آینده کارم آن را برایم مقدر گردان و آسان بگردان و در آن برکت عنایت فرما، و چنانه که در علم تو این کار برایم در دنیا و آخرت باعث بدی است، یا میگوید در حال حاضر و آینده کارم، پس آن را از من و مرا از آن دور گردان و خیر را برای من هر کجا که هست تقدیر نما، و آنگاه مرا با آن خوشنود بگردان. کسی که از خالق طلب خیر نماید و از مخلوق مشورت بگیرد و در کارش ثابت قدم باشد، پشیمان نمی شود. الله سبحانه و تعالی می فرماید: و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. سوره آل عمران آیت 159 فرمود: در کارها با مردم مشورت کن، و هرگاه به انجام کار نیت کردی به الله تعالی توکل کن. فایده های حدیث: فایده اول، اهمیت رسول الله صلی الله علیه و سلم با آموزاندن این دعا بیانگر اهمیت آن در زندگی مسلمان ها است. فایده دوم، در کار واجب، حرام و مکروه استخاره لازم نیست. فایده سوم، اثبات این مطلب که علم، قدرت و فضل به الله تعالی اختصاص دارد و در نعمتهایش هیچ احد حق ندارد. فایده چهارم، خیر و شر فقط در دست الله تعالی است، ولی ادب حکم میکند که نباید شر و بدی را به الله نسبت داد. فایده پنجم، انسان مسلمان در همه کارها به الله سبحانه و تعالی مراجعت میکند و با
حول قوت او تقیه می نماید.